سرخط خبرها. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران ایران میگوید سفر گروسی ربطی به مکانیزم ماشه ندارد. سفر هیئت بلندپایه طالبان به اسلام آباد، دولت افغانستان میگوید پاکستان از نفوذش برای کمک به روند صلح استفاده کند. آزادی نازنین زاغری در گروه پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، همسرش نگران است که بعد از پایان دوره محکومیتش پرونده دیگری برای او باز شود. و نگاهی به طرفداران مخفی ترامپ در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان. سلام و عصر بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران است تا با مقام‌های ایرانی درباره همکاری‌های دو طرف صحبت کند. موضوع اصلی سفر رافائل گروسی گرفتن اجازه دسترسی به دو محل مشکوک به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای در سال‌های گذشته است. اما ایران می‌گوید بازرسی از این دو محل مشروط به این است که سوالات و ابهامات درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران یک بار و برای همیشه تمام شود. به گفته بعضی از ناظران ایران امیدوار است که از طریق همکاری با آژانس بهانه را از آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بگیرد. ولی وزیر خارجه ایران گفته است که سفر آقای گروسی به تهران ربطی به این ماجرا ندارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تهران در انتظار میزبانی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. خط رسمی دولت ایران این است که این سفر ربطی به داستان مکانیزم ماشه ندارد. تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. اما شاید اهمیت سفر رافائل گروسی به ایران در چیز دیگری باشد که می‌تواند برای ایران ثمر بخش باشد. آژانس می‌خواهد از دو مکان مشکوک بازرسی کند تا ببیند آیا ردپایی از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای آنجا پیدا می‌کند یا نه. ایران نگفته که چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما گفته آژانس برای بازرسی از دو سایت قدیمی نزدیک تهران و شهرضا باید یک بار و برای همیشه پرونده فعالیت‌های گذشته ایران را ببندد. ایران بیش از هر زمان به نظر مثبت آژانس و دولت‌های دیگر احتیاج دارد تا بتواند با فشارهای بی سابقه دولت آمریکا در ماه‌های آخر دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مقابله کند. هم فشارهایی که دولت آمریکا در سازمان ملل برای احیای تحریم‌ها علیه ایران می‌آورد، هم فشارهایی که لزوماً از طرف آمریکا نیستند ولی به گفته مقامات ایرانی به شکل عملیات خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز خود را نشان می‌دهد. آژانس چندی قبل از ایران به خاطر ندادن اجازه بازرسی از دو سایت قدیمی انتقاد کرد. ایران نمی‌خواهد این انتقادات باعث شود که فشارهای آمریکا نتیجه بدهد. از طرف دیگر کشورهای دیگری که برجام را امضا کردند نمی‌خواهند ایران بر اثر این فشارها از برجام خارج شود. ایران از برجام خارج نشده ولی تعهدات خود به برجام را مرحله به مرحله کم کرده تا به طرف‌های اروپایی فشار بیاورد تا از تأثیر تحریم‌های آمریکا کم کنند، کاری که اروپایی‌ها تا حدی انجام دادند ولی ظاهراً بیش از این نمی‌توانند. مقامات ایران به خبرگزاری رویتر گفتند تا وقتی معلوم نشود که آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا دونالد ترامپ خواهد بود یا جو بایدن، هیچ تصمیم تازه‌ای نخواهند گرفت. سفر امروز رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شاید راهگشا نباشد، اما اگر با دولت ایران به توافق و تفاهم برسد، حداقل امکان فشارهای بیشتری را با آمریکا نخواهد داد. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. سازمان ایمنی حمل و نقل کانادا TSB گفته نتیجه بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که ایران دیروز اعلام کرد خلاصه ای از داده های استخراج شده بوده. TSB که در بررسی جعبه سیاه این هواپیما در فرانسه حضور داشته در گزارشی اعلام کرده که تحقیقات هنوز تکمیل نشده و سوالات مهم زیادی هست که باید پاسخ داده شود. این هواپیمای مسافربری 7.5 ماه پیش توسط دو موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند.
حملات انفجاری امروز هم در افغانستان ادامه داشت. در ولایت غزنی در پی انفجار یک خودرو زرهی 3 سرباز کشته و 9 سرباز دیگر زخمی شدند. والی غزنی گفته که این حمله توسط افراد وابسته به طالبان صورت گرفته. پلیس هرات هم اعلام کرده که در پی پرتاب یک بمب دستی به خانه‌ای در این شهر یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در آغاز یک سفر 5 روزه به خاورمیانه و آفریقا وارد اسرائیل شد. او در ادامه این سفر به امارات، بحرین و سودان هم خواهد رفت. اخیراً اسرائیل و امارات با میانجیگری آمریکا توافق کردند روابط عادی داشته باشند. آقای پومپو در آغاز کنفرانس خبریش در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز ابراز امیدواری کرد که کشورهای عرب بیشتری به توافق مشابهی با اسرائیل برسند. من می‌خواستم امروز بیام اینجا و به نخست وزیر اسرائیل تبریک بگم. قراره به امارات برم و به اونها هم تبریک بگم. اتفاقایی که اینجا میفته عمیقا هماهنگ با برنامه‌های رئیس جمهور ترامپ هستند که به ایجاد خاورمیانه باثبات‌تر و پیشرفته‌تر منجر میشه. این توافق یک گام خیلی خوب در این جهته. روابط اقتصادی با امارات، همکاری علمی و فنی و سفر بین این دو کشور حالا ممکن شده. این خیلی مهمه که بین اسرائیل و این کشور عرب این فرصت ایجاد بشه. مایک پومپئو بود. دولت افغانستان در واکنش به سفر هیئت طالبان به اسلام آباد گفته که پاکستان نقش تاثیرگذاری بر طالبان دارد و استفاده صادقانه از این نقش میتواند به روند صلح کمک کند. هیئت بلندپایه طالبان به دعوت دولت پاکستان وارد این کشور شده. ریاست این هیئت 6 نفره را ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان بر عهده دارد. این در حالی است که پاکستان عده‌ای از رهبران این گروه را تحریم کرده، از جمله ممنوعیت سفر برای ملا برادر و اعضای دیگر این گروه. همزمان با این تلاش‌ها زنان افغان به شکل‌های مختلف نگرانی‌هایشان را درباره مذاکرات صلح مطرح می‌کنند. نسرین نوا از کابل و جزئیات بیشتر. همه ما در جمع هستیم امروز. گرد همایی جمعی از زنان پایتخت در اعتراض به سهم کمرنگ زنان در روندهای مهم ملی و بین المللی. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری در گفتگوهای صلح با طالبان یکی از خواسته هایشان. ما بارها به کمرنگ بودن نقش زنان در رده های تصمیم گیری بر پروسه صلح ما مواجه شدیم. شما شاهد هستین که هیئت مذاکره کننده برای پروسه صلح تعیین شد و در او 5 نفر خانم انتخاب شد. زنان در پارلمان نیز در قالب نامه‌ای به کنگره آمریکا از خط سرخ‌هایشان گفتند. حفظ نظام مردم سالاری و نقش فعال زنان در نتیجه مذاکرات. آنها معتقدند تفاهم با طالبان نباید باعث از دست دادن ارزش‌هایی چون حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان شود. حالا دست یاری از کنگره آمریکا می‌خواهند. بحث این که در افغانستان صلح بیاید ولی زنان قربانی از او بشن و ابزار روند صلح حقوق زنان باشه، نگرانی عمده زنان افغانستان هست. به همین دلیل کمیسیون ما و کاکس زنان پارلمان تصمیم گرفت و نامه رو به کنگره ایالات متحده آمریکا بفرسته و این چالش ها رو برجسته بسازه و از این نهاد بخواهه که هم از روند مذاکرات نظارت بکنه، هم شفافیت او رو مورد توجه قرار بده و هم بحث خروج مسئولانه نیروهای بین‌المللی از افغانستان را مورد توجه قرار بده، چون این نهاد نهادی هست که قاعدتا تصمیم گیرنده اصلی در پروسه های مهم در ایالات متحده آمریکاست. همزمان با اوجگیری نگرانی های مردم در مورد مذاکرات صلح با طالبان، تلاش ها برای شروع مذاکرات از سوی دو طرف نسبت به هفته های قبل کنتر شده به دلیل اختلافات تازه درباره رهایی زندانیان. اما فشارهای خارجی همچنان پا برجاست. پاکستان به تازگی عده‌ای از اعضای گروه طالبان را تحریم کرده، هرچند شماری آن را تحت فشار قرار دادن این گروه برای تسریع روند صلح بیان می‌کنند، برخی همچنان آن را بازی سیاسی پاکستان می‌دانند. روز قبل هیئتی از دفتر سیاسی طالبان در قطر به دعوت وزارت خارجه پاکستان به اسلام آباد رفت.
هرچند این دعوت پس از اعلام تحریم مالی و محدودیت سفر طالبان صورت گرفته، دولت افغانستان خواهان راهگشایی پاکستان برای گفتگوهای صلح است. همسایگی افغانستان و پاکستان و همچنان بوده باشه رهبران گروه طالبان در این کشور، پاکستان روی روند صلح افغانستان یک کشور تاثیرگذار ساخته. در نشست‌ها و روابط دیپلماتیک با این کشور، مقامات افغانستان روی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان تاکید نمودند و پاکستان همواره وعده خوب همکاری به خاطر پیشرفت روند صلح دادند. دولت اخیراً شرطی برای آزادی زندانیان باقی مانده طالبان گذاشته، آزادی بیش از 20 کماندو و خلبان نظامی. طالبان هم گفته تا تمام زندانیانشان آزاد نشوند مذاکره‌ای با دولت در کار نخواهد بود. با وجود نگرانی‌ها و پرسش‌هایی درباره سفر طالبان به پاکستان پس از اعلام تحریم علیهشان، شماری امیدوارند این سفر آخرین گره کور مذاکرات را باز کند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. عملیات بازداشت کرام الدین کرام، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، یکی از متهمان پرونده آزار جنسی فوتبالیستای زن، بدون نتیجه پایان یافته. دیشب ماموران برای بازداشت او در مرکز ولایت پنجشیر عملیاتی زمینی و هوایی انجام دادند، اما مقام‌های محلی گفتند که به علت حضور نداشتن آقای کرام در محل موفق به بازداشت او نشدند. مردم محل به عملیات پلیس اعتراض کردند و در تظاهراتی امروز جاده پنجشیر را بسته بودند. علی حسینی از کابل با ماست برای جزئیات بیشتر. علی، چه گذشت؟ چرا نتونستن موفق بشن؟ آیا او اطلاع داشت که نیروهای امنیتی دارن به محل میان برای بازداشتش؟ آنطوری که ما می‌دانیم ایست که زمانی که نیروهای امنیتی به محل رفتن، دیدن که آقای کرام الدین کریم اونجا نیست و در عین حال با واکنش شماری از مردم محل روبرو شدند. همانطور که گفتی تظاهرات کردند، جاده و سرک ولایت پنجشیر را بستند، ولی فعلا با پادرمیانی بزرگان محل، آنطور که به ما گفته شده، این سرک باز شده. اعتراض هواداران آقای کرام الدین کرام این بوده که یک نوع برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته. افراد مشابهی که دارای پرونده های مثلا تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی زنان هستند، به گفتی آنها پیگیری نمیشه و دولت افغانستان پیگیر سلیقه‌ای پیگیر قضیه آقای کرام هستند. این اعتراضشان بوده، به همین خاطر نگذاشتن که نیروهای امنیتی او بر اساس همون عملیاتی که رفته بودن به پنجشیر، دستگیری رئیس پیشین فدراسیون فوتبال او را بازداشت کنند. دوسی آقای کرام حدود یک سال پیش از سوی داستان کل نهایی شد و گفتن که فرستادن پرونده را به دادگاه عالی و تاکنون به دلیل اینکه آقای کرام وارد دادگاه نشده و به دادگاه نرفته، این پرونده تا همینجا مانده، یعنی هیچ حکم تاکنون صادر نشده، هیچ تصمیم گرفته نشده، فقط تا اینجای کار معرفی شده به دادگاه عالی. یعنی پرونده بعد از این زمانی که آقای کرام وارد دادگاه شد یا حال بر حال صورتی رفت، در اون زمان میشه گفت که پرونده پیگیری شده. فعلا فقط در حدی مانده که منتظر هستن که یا به دادگاه بیاید یا بتونن نیروهای امنیتی نتی بازداشتش کنند. علی، خیلی ممنون از شما. علی حسینی از کابل با ما بود. متشکرم. بی بی سی دریافته که مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا حدود 2.5 سال پیش انتظار داشتند نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، آزاد شود. به نظر می‌رسد توافقی در سال 2017 برای آزادی او صورت گرفت با پرداخت بدهی چند صد میلیون پوند بریتانیا به ایران مربوط بوده، اما این پول هیچ وقت پرداخت نشد. خانم زاغری رادکلیف 4 سال است که زندانی است. همسر او ریچارد رادکلیف میگوید که نگران است همسرش بعد از پایان حکم زندان بار دیگر در ایران دادگاهی شود. دارا مکینتایر گزارش میدهد.
نازنین زاغری ردکلیف پس از تعطیلات در ایران با دخترش در آستانه بازگشت به کشورش بود، اما در آوریل 2016 در تهران بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی که بسیاری آن را بی اساس می‌دانند به 5 سال زندان محکوم شد. از آن زمان دولت‌ها و مقام‌هایی که در بریتانیا سر کار آمدند درباره پرونده او با ایران گفتگو کردند، اما نتیجه‌ای نداشته. همسر او ریچارد ردکلیف که سال گذشته توانست دخترش را به خانه بازگرداند، معتقد است نازنین را گروگان گرفتند. کاملا معتقدم که گروگانگیری به یکی از ابزارهای دیپلماسی ایران تبدیل شده، طوری که استفاده از آن را یک کار عادی و قابل قبول می‌دانند. دولت آمریکا با این موضوع موافق است. آنها می‌گویند ایران از نازنین زاغری ردکلیف و شمار دیگری از شهروندان کشورهای غربی به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می‌کند. آیا شما شهروندان غربی را که در ایران گرفتار شدند به چشم گروگان می‌بینید؟ بله. این یک ابزار سیاسی و بخشی از سیاست خارجی ایران است که آدم‌های بیگناه را گروگان می‌گیرند و بعد برای اهداف دیگرشان آنها را معامله می‌کنند. ایران گروگانگیری را تکذیب می‌کند، اما بریتانیا چیزی در اختیار دارد که ایران به دنبال آن است. 400 میلیون پوند، پولی که شاه ایران در سال 1979 و پیش از سرنگونی برای خرید حدود 1500 تانک چیفتن پرداخت کرد. بریتانیا تانک‌ها را به جمهوری اسلامی ایران نداد و دادگاه‌هایی در داخل و خارج بریتانیا حکم دادند که بریتانیا این پول را به ایران بدهکار است، بدهی که هنوز پرداخت نشده. به نازنین زاغری ردکلیف گفتند که این پول کلید آزادی اوست. دستگاه قضایی و معاون دادستان و قاضی که عفو مشروط او را بررسی می‌کرد به او گفتند تا وقتی که دولت بریتانیا پول ایران را ندهد آزادت نمی‌کنیم. این را 3 نفر مختلف در دستگاه قضایی ایران به او گفتند. ایران و بریتانیا هر دو رسما می‌گویند که قضیه بدهی و پرونده نازنین ربطی به هم ندارند. دولت بریتانیا به بی بی سی گفته ارتباط دادن این دو بی‌فایده است و کمکی به حل ماجرا نمی‌کند، اما رویدادها ظاهراً چیز دیگری نشان می‌دهند. در نوامبر 2017 سفیر ایران در لندن این پیام را منتشر کرد: قرار است بدهی بریتانیا در چند روز آینده به ایران پرداخت شود. چند هفته بعد بوریس جانسون وزیر خارجه وقت خودش به تهران رفت. بی بی سی دریافته که دو طرف به توافق نزدیک شدند. مقام‌های بریتانیا به خانواده نازنین گفتند که دارن برای بازگشت او به بریتانیا آماده می‌شوند. حتی تاریخی هم برای آن تعیین شد. از سفارت بریتانیا به ما زنگ زدن و گفتن که او احتمالاً روز 28 دسامبر آزاد می شود. خود سفارت به ما تاریخ داد که آماده باشیم. اما توافق هیچ وقت صورت نگرفت. نمیدانیم چرا، اما منابع آگاه به ما گفتند که کسانی در وزارت دفاع با پرداخت بدهی بریتانیا به ایران مخالفت کردند. انوشه آشوری، یک ایرانی بریتانیایی دیگر، 3 سال است که در زندان است. همسرش شری این تقاضا را دارد. چه درخواستی از بوریس جانسون دارید؟ خواسته اصلیتان چیست؟ قضیه پولی است که آنها بدهکارند. قرار نیست لطفی در حق ایران بکنند. قرار است قرضی را که دارن بپردازند. اگر این خانواده ها را نجات می‌دهد، حاضرم زانو بزنم و از او خواهش کنم که این کار را انجام بدهد. دست کم 8 شهروند بریتانیایی در سالهای اخیر در ایران بازداشت شدند. البته بعضی از آنها به خانه برگشتند. ایران میگوید سیستم قضاییش قانونمند و انسانی رفتار می‌کند. دولت بریتانیا میگوید به آزادی همه شهروندان بریتانیایی که خودسرانه بازداشت شدند متعهد است و گزینه‌های مختلف را برای حل قضیه بدهی بررسی می‌کند. نازنین زاغری ردکلیف به طور موقت به حبس خانگی فرستاده شده و در خانه والدینش در تهران است. سرنوشت سایر ایرانی بریتانیایی‌های بازداشت شده در ایران همچنان نامعلوم است. دارا مک‌انتایر، بی بی سی نیوز. برمیگردیم به مطلب مربوط به سفر هیئت طالبان به پاکستان به رهبری معاون رهبری طالبان ملا برادر عبدالغنی برادر. احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی از کابل با ماست. آقای سعیدی، در پاکستان چه میگذره؟ یک روز طالبان رو تحریم میکنن، روز بعد از اونها دعوت میکنن و میزبانی میکنن؟ نه، منافع ها مطرح است. یکی دو روز قبل یک تعداد طالبان در لیست تعزیرات قرار گرفتن و فرداش به پاکستان سفر کردن. کسانی که پاکستان آمده ملا برادر است، شیخ شهاب الدین است، نوری است، نعیم عمری است و یک تعداد کسای دیگه هستند. یک بازی جداگانه، بازی جداگانه است که شما در سال 2015 شورای امنیت ملل متحد مطابق فیصله نامه 2225 خود به نظر به سفارش اداره حقوقی جهانی FATF فیصله کرد که اشخاص و افرادی که
ضررشان متوجه جهان است، یعنی جهان متضرر می سازن، باید اینا شامل لیست سیاه شن و از تمام کشورها تقاضا کرد. همین اداره FTAAF 82 نفر از طالبان را به شمول ملا برادر شامل لیست سیاه کرد و بار بار از پاکستان تقاضا کرد که شما جایدادهای از اینا را ضبط کنید. این شامل این بود که باید اینا سلاح نداشته باشه، سفر در جای کرده نمیتونن و جایداد و املاکی نداشته باشن. ولی پاکستان عملی نکرد. سال گذشته پاکستان را همین اداره شامل لیست خاکستری کرد و دو ماه بعد این اداره تصمیم گرفت که اگه پاکستان این کار نکنه ما اینا را شامل لیست پاکستان شامل لیست سیاه میکنیم. پاکستان به خاطر اینکه این کار کرده باشه با عجله، کسانی را که یعنی 16 نفری را که آقای زلمه خلیلزاد به اثر فشار امریکا به طور موقت از لیست سیاه کشیده بود به شمول ملا برادر و شاهدین و نوری و خیرالله و کیو کی، اینها را پاکستان با عجله همین های را خلیلزاد از لیست سیاه به طور موقت کشیده بود شامل لیست سیاه ساخت و اعلان کرد. و اعلان کرد به خاطر اینکه پاکستان از لیست خاکستری به لیست سیاه نره. بعدا اینا را دعوت کرد به پاکستان. حال اگر شما یا کسی دیگری از پاکستان بگویه که تعذیرات علیه اینا وضع کردی، چرا اینا را دعوت کردی؟ پاکستان میگویه که اینا کسانی هستند که تعذیرات از اینا به طور موقت از طرف امریکا رفع شده، اینا میتونن به کشورها سفر کنن. خیلی خوب. من مشکلی با اینا ندارم، اینا سفر کردن. و پاکستان حالا امروز در مذاکراتش با رهبران طالبان چی میتونه از اونها بخواد که به روند صلح در کابل کمک کنه؟ پاکستان زیادتر دنبال منافع خود است. دو بازی هم هست. یکی در این روزا عربستان سعودی، ولیعهد سعودی از مقامات پاکستانی خیلی آزرده است، چنانچه با جنرال بجوا ولیعهد سعودی یک هفته پیش حاضر نشد ملاقات کنه. عربستان سعودی میگه که شما دوست دیرینه ما بودین، طالبا که سالها در پهلوی شما بودن ما کمک کردیم، حال طالبا با تمام نیرو و قوت به دامان قطر افتاده. قطر کشوری است که حریف ما است، او اخوان المسلمین حمایت میکنه ما سلفی ها را، شما پاکستانی ها خوب کار نکردین. پاکستان اینا را به خود رو به طالبا را دعوت کرده که از یک طرف میگه که یک کمکی به اصطلاح برگه سبز به سعودی ها هم نشان بیتیم که ما در خدمت شما هستیم، یعنی یک سره به سعودی ها پشت نکنین تا سعودی ها از پاکستان آزرده نباشه. و از طرف دیگه چون مذاکرات فکر میکنه که نزدیک است، میخواد پاکستان رو برابرداری سیاسی بکنه، هم سعودی را راضی بکنه به خاطر سفری بعدی ملا برادر که به سعودی است، و هم هفته همین هفته آقای پمپیو که به قطر سفر میکنه هم او را راضی بکنه. بله آقای سعیدی، خیلی ممنون از شما. احمد سعیدی، کارشناس مسائل افغانستان از کابل با ما بود. متشکرم. در آمریکا گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان امروز شروع می شود. قرار است دونالد ترامپ سخنران اصلی این مراسم 4 روزه باشد. مراسمی که به خاطر همگیری ویروس کرونا عمدتاً به صورت مجازی برگزار می شود. در این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعضی از ایالت‌های غیر قابل پیش‌بینی رأیشان حیاتی خواهد بود. جان سوپل سردبیر بی بی سی در شمال آمریکا به یکی از این ایالت‌ها رفته، پنسیلوانیا. قایق سواری در آبهای خروشان رودخانه لیهای در پنسیلوانیا قبل از راه پرفراز و نشیب پیش روی رای دهندگان در این ایالت غیر قابل پیش بینی. میشل و کوین جمهوری خواه هستند اما از گزینه‌های موجود راضی نیستند. من خودم در بخش بهداشت و سلامت کار میکنم و از عملکرد ترامپ در رابطه با اون چه داره اتفاق میفته راضی نیستم. همچنین از نحوهی که بایدن مملکت رو ممکنه بگردونه راضی نمیشم. فکر میکنم کلی هزینه برامون برمیداره. ما از اول ماجرا هیچ رهبری ندیدیم. با اینکه نظرسنجی ها نشان میدهد کارزار انتخاباتی ترامپ در حال غرق شدن است، گول نخورید. کرونا شاید به او ضربه زده باشد، اما با توجه به گزینه ها من به ترامپ رای میدم، چون فکر میکنم که گزینه دیگه بده. به نظرم از نظر اقتصادی عالی کار کرده. به نظرم وضعمون از قبل بهتره. نظرت راجع به شخصیت دونالد ترامپ چیه؟ با شخصیت ترین آدم دنیا نیست. فکر کنم بلد نیست با مردم چطور رفتار کنه. تضاد بین مناطق روستایی خوشمنظره پنسیلوانیا و مرکز شهریش که زمانی صنعتی بوده چشمگیر است.
در انتخابات ریاست جمهوری قبلی دونالد ترامپ وعده داده بود کوره‌های ذوب فلز مثل این دوباره شعله ورشن. این اتفاق نیفتاد و با ویروس کرونا اقتصاد آمریکا دچار مشکل شده. نظرسنجی‌ها نشون میده که در پنسیلوانیا ترامپ عقبه، اما رای دهندگان پشیمون سخت پیدا میشن و طرفداراش هنوز پرتب و تاب ازش حمایت میکنن. و رئیس جمهوری هنوز به این زودی امیدش به این ایالت را از دست نمی‌دهد. پنجشنبه به اینجا آمد، شهری که جو بایدن در آن بزرگ شده و تصویر تیره‌ای از زندگی تحت رهبری دموکرات‌ها ترسیم کرد. در مینیاپولیس فکر خرابه‌هایی که ازشون دود بلند میشه باشید. آشوب خشونت‌بار در پورتلند، پیاده‌روهای آغشته به خون در شیکاگو و تجسم کنید چه هرج و مرجی به شهر شما میاد. اما برای دوان میلر، شهردار سابق شهر بانگور و صاحب مغازه رنگ فروشی، ترامپ زرق و برقش را از دست داده. تعریف من از دونالد ترامپ فقط درباره شخصیت اونه و نه جایگاهش به عنوان رئیس جمهوری. او یه بچه لوس و نونوره و همونطور هم رفتار میکنه. اما خودت در سال 2016 بهش رأی دادی. آره، اما به کسی نگو. قضیه همین است. بسیاری نمیخواهند بگویند که به او رأی میدهند. نظرسنجی ها درباره حمایت از ترامپ در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری درست از آب در نیامد. در انتخابات امسال صورت های پوشیده ممکن است دیدگاه های مخفی را هم پنهان کنند. جان سوپل، بی بی سی نیوز، پنسیلوانیا. دو خبر کوتاه. پلیس ضد شورش در بلاروس دو عضو شورای هماهنگی مخالفان را بازداشت کرده. آنها به اخلال در نظم عمومی متهم شدند. شورای هماهنگی مخالفان تشکل تازه تأسیسی است که بعد از اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ایجاد شده. انتخابات حدود دو هفته پیش برگزار شد و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری قدیمی این کشور دوباره برنده اعلام شد. اما مخالفان دولت را به تقلب متهم می‌کنند و از آقای لوکاشنکو می‌خواهند کناره‌گیری کند. یک نوجوان داوطلب در یک حفاری باستانشناسی در اسرائیل صدها سکه طلا پیدا کرده که بیش از 1000 سال در یک کوزه قرار داشته. قدمت این سکه‌ها به دوران خلافت عباسی برمی‌گردد. گفته شده که ارزش آنها در زمانشان به اندازه قیمت یک خانه مجلل در یکی از گران‌ترین شهرهای خلافت عباسی بوده. در استرالیا برف کم سابقه ای مردم را غافلگیر کرده. موج هوای سرد از قطب جنوب باعث شده تا ایالات جنوب شرقی استرالیا سفیدپوست شود. با اینکه بسیاری از جاده ها بسته شده، ذوق و شوق برف بازی خیلی ها را بیرون کشیده، هم آدم ها را و هم کانگروها را. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.